سلام، مهدی نووقت هستم از هنرآمیز.com و با جلسه چهارم آموزش فارسی سینما فوردی در خدمت شما. توی جلسه قبل با چند دستور پرکاربرد در مدل سازی مثل اکسترود، اکسترود اینر و دستور لوپ پاسکات یا پس لوپ کات آشنا شدیم. توی این جلسه حالا میخوایم با دستورات بیشتری آشنا بشیم تا در زمان مدل سازی خودرومون از اون استفاده بکنیم. بلافاصله میام سراغ کار و اولین دستوری که میخوایم با اون آشنا بشیم دستور اسلاید هستش. برای این کار دوباره میام و این اسفیر رو ایجاد میکنم و دکمه سی رو میزنم تا قابل ادیت باشه و بعد با زدن دکمه اینتر به حالت پوینت یا اج میرم. این دستور اسلاید فقط در حالت پوینت یا گوشه ها و لبه ها وجوده و در حالت پالیگان وجود نداره. برای این کار چند تا صفحه رو انتخاب چند تا لبه رو در واقع انتخاب میکنم. اگر من بیام و این لبه ها رو جابجا کنم، اینی که شکل جابجایی ما در واقع به این صورت هستش و با جابجایی انحنایی که داریم به هم میریزه یا تغییر میکنه. لازم هستش بیام خیلی با دقت در واقع این کار رو انجام بدیم، اما با استفاده از دستور اسلاید. حالا اگر راست کلیک کنم و دستور اسلاید رو از این قسمت فعال کنم که شورتکات اون MO هست، یا از منوی مش در واقع ترانسفورم تولز و اسلاید یا شورتکات MO، با زدن MO در واقع این دستور برای من فعال میشه. میبینید که این لبه هایی که داریم با توجه به لبه های مجاوه بر روی آبجکتمون جابجا میشه به شکلی که در واقع انحنا تا حد ممکن حفظ بشه. حالا اگر تعداد بیشتری رو انتخاب کنم، اینی که به چه صورت عمل میکنه. با استفاده از آفست میتونیم این رو تغییر بدیم. با استفاده از گزینه پریزرو کرویچر که اینجا فعال هستش، میبینی که باز کمی جابجایی صورت میگیره و سعی میکنه بیشتر این در واقع انحنا حفظ بشه و این هم گزینه بسیار مناسبی هستش. پس با استفاده از اسلاید لبه ها بر روی سطحمون با توجه به لبه ها و نقاط مجاور جابجا میشه به این صورتی که اینجا میبینیم. گزینه بعدی که اینجا وجود داره گزینه شیفت هستش که اگر شیفت رو پایین نگه داریم و در واقع دکمه شیفت رو پایین نگه داریم همون فعال میشه. شیفت و جابجا کردن موس به سمت بالا و پایین، می‌بینی که این لبه ها به صورت عمودی حرکت میکنه و در واقع در جهت نرمال های گوشه ها جابجا میشه. اگر یه سطر رو بیام انتخاب کنم، حالا اینجا اگر یه سطر رو انتخاب کنم، می‌بینی که در مرکز اون یه خط عمودی وجود داره که اون بهش گفته میشه نرمال سطر. برای گوشه ها هم این وجود داره. اگر توی منوی آپشن بیام و گزینه ورتکس نورمال رو فعال کنم، میبینی که در واقع برای گوشه ها یا نقاطی که در اینجا داریم هم این خط آبی رنگ نشون دهنده نورمال عمود بر اونها هستش و این گزینه در واقع این کار رو انجام میده، جابجایی با توجه به نورمال. پس ام او شیفت رو پایین نگه میدارم و با بالا و پایین کردن جابجایی در جهت نورمال رو داریم که این هم میتونه در جای خودش کاربردی باشه. گزینه بعدی که بسیار پرکاربرد هستش این گزینه در واقع پروپورشنال هستش که قبلا هم با اون آشنا شدیم توی ابزار لوپ پاسکات. در واقع اگر بیام و این در واقع لبه های پشت سر هم در این قسمت رو انتخاب کنم، با دابل کلیک کردن در واقع میتونم این کار رو انجام بدم. اگر روی یه لبه دابل کلیک کنیم، تمام لبه های متصل به اون در جهت در واقع تمام لبه های پشت سر هم قرار دارن انتخاب میشه. اگر در این جهت دابل کلیک کنم، این حلقه انتخاب میشه و اگر در این جهت در واقع به این صورت انتخاب میشه. توی حالت فیکس دیستنس اگر بیام و حالا آفست رو انجام بدم، اینی که این لبه به صورت کاملا موازی با شکلی که داره جابجا میشه و متناسب با لبه های مجاور نیستش. اما اگر این رو حالت پروپورشنال قرار بدم، متناسب با لبه های مجاور در واقع جابجا میشه. حالا اون قسمت بالا رو میتونم با پایین نگه داشتن کنترل از انتخاب خارج کنم تا توی این قسمت بهتر دیده بشه، این که به این صورت در واقع جابجایی متناسب با لبه های مجاور صورت میگیره و چون گزینه پرزرو کرویچر هم فعال هست، در واقع تمام سعیش رو میکنه تا انحنایی که اینجا داریم رو به صورت کامل حفظ بکنه. بسیار خب، این دستور اسلاید پس به این صورت عمل میکنه. دستور بعدی که میخوایم با اون آشنا بشیم در واقع دستور لاین کات هستش. دستور بسیار ساده هست. اگر راست کلیک کنم میتونم به اون لاین کات به لاین کات دسترسی داشته باشم. البته یه نکته که اینجا یادم رفت در مورد اسلاید این هستش که در مورد ورتکس هم به همین صورت هست. اگر ام او رو بزنم و اسلاید رو فعال کنم، اسلاید در واقع گوشه ها رو به این صورت در با توجه به لبه های مجاور میتونیم جابجا کنیم. اینه که جابجایی روی سطح با توجه به نقاط یا لبه های مجاوری که داره. پس دستور اسلاید روی گوشه ها به این صورت عمل میکنه
بسیار خب، حالا دوباره میرم سراغ دستور لوبکات. میتونم راست کلیک کنم و به لوبکات دسترسی داشته باشم، در واقع به لاین کات توی این قسمت هستش، لاین کات که شورتکات اون ام کا هستش، و توی قسمت مش کریت تولز و در واقع لاین کات اینجا هم وجود داره. از زمانی که این دستور رو فعال کنم میتونم روی آبجکت یا شیئی که دارم برش ایجاد کنم. برای این کار کافیه که بیام و کلیک کنم و درگ کنم به این صورتی که اینجا میبینید. حالا یه سری نقاط کنترلی برای من ایجاد میشه که میتونم اونا رو جابجا کنم و شکل مورد نظر خودم رو ایجاد کنم. میتونم بیام و این در واقع با کلیک کردن نقاط بیشتر ایجاد کنم و با پایین نگه داشتن کنترل نقاط اضافی در واقع حذف کنم. حالا اگر دکمه اسکیپ رو بزنم میبینید که در واقع این خط جدید یا کات جدید روی آبجکت من اعمال شد. چند بار کنترل زد میزنم. اگر این گزینه ویزیبل آنلی در واقع غیر فعال باشه، زمانی که کات رو در جلوی آبجکتمون میزنیم، این در پشت آبجکت هم روی آبجکت ما یا مش ما اعمال میشه، در واقع روی پشت هم اعمال میشه به این صورتی که اینجا میبینیم. با زدن دکمه اسکیپ در واقع این اعمال میشه. نکته چندان زیادی اینجا فعلا وجود نداره، هر جا لازم بود باز در طول مدل سازی بیشتر در مورد این ابزارها صحبت خواهیم کرد. بسیار خب، حالا میرم سراغ دستور بعدی یا ابزار بعدی که وجود داره و اون ابزار ملت هستش. اگر راست کلیک کنم در واقع این ابزار ملت رو اینجا میتونین در این قسمت ببینین که شورتکات اون یو زد هستش. ملت در واقع یه نوع حذف کردن المان ها هست. برای این کار لازم هستش که اول اون المان مورد نظر خودم رو انتخاب کنم. مثلا این رو انتخاب میکنم و حالا بار راست کلیک کردم برای اینکه دیده بشه، اینو در واقع در اینجا قرار میدم، گزینه ملت رو میزنم. در واقع میبینید که به این صورت عمل میکنه. ملت کردن یه نوع پاک کردن است. وقتی این گزینه رو در واقع فعال کردم، تمام لبه‌های متصل به این نقطه و خود نقطه حذف شد و شکلی به اون صورتی که دیدین یا یه چند ضلعی به اون صورتی که دیده شد در واقع برای ما به وجود اومد. برای لبه‌ها هم به همین صورت هستش. اگر لبه رو فعال کنم و حالا گزینه ملت رو فعال کنم، اون لبه برای من حذف میشه و چند ضلعی به وجود میاد. و برای صفحات هم به همین صورت میتونم یه تعداد صفحه رو انتخاب کنم و دکمه ملت رو بزنم تا اون صفحات برای من حذف بشه و چند ضلعی به این صورت ساخته بشه. چند ضلعی منظور این میونی که در واقع تعداد اضلاع بیشتر هستش، 1 2 3 4 5 6 7 8 ضلع در اینجا برای ما وجود داره. پس دستور ملت هم به این صورت عمل میکنه که به وسیله اون در واقع به نوعی میتونیم عناصر یا المان‌های مورد نظر خودمون رو پاک کنیم. دستور دیگه که در واقع برای ما میتونه کاربرد داشته باشه دستور ولد هستش که اگر راست کلیک کنیم میتونیم دستور ولد رو در این قسمت ببینیم. دستور ولد به این صورت عمل میکنه. برای اینکه دستور ولد رو فعال کنیم میتونیم در واقع از این قسمت بیایم و اون رو به این صورت فعال کنیم. شورتکات اون هم اینجا قابل دیدن است، MQ. زمانی که این کار رو انجام میدیم در واقع چیزی قابل انتخاب کردن نیست، مگر اینکه دکمه کنترل رو پایین نگه داریم. حالا اگر دکمه کنترل رو پایین نگه داریم و این رو جابجا کنیم به سمت نقطه بعدی، این دو تا در واقع به هم متصل میشن، در واقع نقطه اول به نقطه دوم متصل میشه. پس با پایین نگه داشتن کنترل و درگ کردن میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا این رو میتونیم به هر سمتی در واقع انجام بدیم تا اتصال به این صورت برای ما انجام بگیره. پس از ول برای اتصال میتونیم استفاده کنیم. اگر شیفت رو پایین نگه داریم و کلیک و درگ کنیم، در واقع این دوتا در قسمت مرکزی به هم متصل میشن، دوتای جا به جا میشن و در قسمت مرکز به هم متصل میشن. پس شیفت رو پایین نگه میدارم و این نقطه رو روی نقطه بعد قرار میدم. به این ترتیب در واقع ول در مرکز صورت میگیره. اگر بیام و آبجکت رو در واقع المان های مورد نظر خودم رو انتخاب کنم و حالا راست کلیک کنم و ول رو بزنم، در واقع از این قسمت ول رو بزنم، بلافاصله نقطه مرکز برای من نمایش داده میشه به این صورتی که اینجا میبینیم و با کلیک کردن در مرکز برای من این کار انجام میشه. بسیار خب، حالا برای این جلسه هم کافی هستش. تقریبا با بیشتر دستورها آشنا شدیم. فقط یه دستوری هستش که در نسخه‌های جدید سینما 4D به اون اضافه شده به نام پولیگان پن، که بسیار دستور جامعی هست و اون رو در جلسه بعد مورد بررسی قرار میدیم، چون به دفعات و بسیار زیاد از اون استفاده خواهیم کرد در مدل سازی خودرویی که داریم و کلا در مدل سازی بسیار پر استفاده هستش. اگر سوال یا پرسشی داشتین میتونید در گروه پرسش و پاسخ هنرآمیز در واقع در تلگرام این سوال رو مطرح کنید یا در انجمن سایت هنرآمیز. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.